سالت شده باشه و هنوز مجرد باشی تو خیابون ببینه روی دارچی میکشه. اگه پدر دختر با این ازدواج موافق باشه به پسرین موافق هم، بعد پسرین میاد پدر دختر کلی کتک میزنه، میاد پیششون، اینا همسرشون رو تعارف میکنن مهمون میان. بفهمید. سلام بچه ها، امیدوارم حالتون عالی و خوش باشید. بچه ها اومدم پیشتون با پارت دوم عجیب ترین رفتارها یا سنت های مردم دنیا. از پارت اول خیلی استقبال کردی، این قسمت هم براتون درست کردم که با عجیب ترین و خاص‌ترین رفتار مردم دنیا آشنا بشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره و با من همراه باشید. بچه ها 15 رفتار عجیب توی دنیا مربوط به مردم ایوریاست که اینا 3 مونده به جشن ماردیگرا یه رفتار و کار خاص انجام میدن. اینا 9 گروه میشن، 9 تیم میشن و هر تیم حسابی خودشو مجهز میکنه، تمام وسایل و لوازم ایمنی رو استفاده میکنه برای جنگ پرتغالی. ببین اینا توی چند روز، ممکنه حتی 1 هم طول بکشه، انقدر به هم پرتغال میزنن، انقدر پرتغال میزنن که اعضای هر تیم کاملا خسته بشن و یا مجروح بشن، از بین برن، از مسابقه برن بیرون و آخرین تیمی که تعدادش بیشتر مونده باشه اونا برنده این مسابقن. پرتغالا رو چرا هدر میدید آخه؟ والا اضافه هست، بیاید بدید ما بخوریم. 14 رفتار خاص مربوط به زنانیه که توی هند زندگی میکنن و مجبورن با درخت ازدواج کنن. درخت. ببین داستان دخترای این قبیله اینجوریه که دخترایی که توی ماه مارس به دنیا میاد میگن این ماه شومه و اینا نمیتونن ازدواج موفقی داشته باشن، پس باید چیکار کنن؟ بیان با درخت ازدواج کنن تا این شومی ماه مارس از روی زندگی اینا برداشته بشه و اینا بتونن به خوشبختی برسن. خب اینا میان چیکار میکنن؟ اول میان با درخت ازدواج میکنن، وقتی که با درخت ازدواج کردن اون درخت رو تیکه تیکه میکنن میندازن اون ور، میگن شومی اون ماه از روی این دختر برداشته شد، بعد اون موقع میتونن برن با مردای عادی ازدواج کنن. درخت بیچاره این وسط چی کاره بوده؟ 13 رفتار عجیب دخترای کوچیک با چهره های عجیب و غریب توی کشور نپاله. ببین توی نپال میان یه جشن میگیرن، بعد به دخترای کوچیک و دختر بچه ها میگن چهره های خودشون رو عجیب غریب درست کنن، حتی بعضی وقتا هم به صورت وحشتناک درست کنن. بعد میگن این کار اینا باعث میشه که اینا توی زندگیشون خوششانسی داشته باشن. بعد به این دخترها کوماری میگن که خیلی معروفن. بعدش هم میگن آدمایی که تو این جشن یا مهمونی این دخترها رو ببینن زندگی اونا پر از خوشحالی و شادی و خوشبختی میشه. 12 رفتار عجیب مربوط به مردم کره جنوبی، البته نه تمام قسمتاش، یعنی قسمتای خیلی زیادی از کره جنوبی، بچه‌ای که به دنیا میاد و بچه 1 در نظر میگیرن، میگن اون ماهایی که تو شکم مادرش بوده جزو سالهای عمرش بوده. فکر کن نوزاد کوچولو مثلا میگن 1 مثلا میگن بچه‌ای که توی 29 روز از 12 ماه سال به دنیا میاد و 2 در نظر میگیرن. چقدر بیچاره بعد شانس باشه، همینجوری سن خودشون رو میبرن بالا، خب مجبور از زودترم برم مدرسه. آره دیگه فکرم تو ایران برعکس این باشه. 11 رفتار عجیب مربوط به قبیله مایان ها توی اندونزیه که اینا میان دندوناشون رو تیز و برنده میکنن که نشون بدن از طبقه اجتماعی بالایی برخوردارن، یعنی اونایی که از طبقه اجتماعی بالایی برخوردارن یا خیلی با نفوذن دندوناشون رو تیزتر میکنن و اینم یه معیار زیبایی برای دخترها. دخترها که دندونای باریکتر و تیزتری داشته باشن خواستگاری بیشتری دارن. بکنیم مثلا همه دنیا دارن دندوناشون دروش نگینی مثلا چیز میکنن، چی قد دندونا رو بزرگ میکنن، اینا دندوناشون رو کوتاه، تیز، نازک و برنده میکنن، یه جوری مثلا چهره شبیه گرگ میشه. خب دیگه اینم سنت این قبیل است. تیغ زنی روی پوست 10 سنت یا روشی که توی سودان یا بعضی از کشورهای آفریقایی انجام میدن برای جلب توجه و زیبایی. مثلا برمیدونن صورتشون و بدنشون رو تیغ میزنن، طرح ایجاد میکنن، مثلا میگن بدن مو قشنگ صورتمون، یا حتی تو همون سودان هم با یه سری مواد اسیدی روی صورت دخترا یه سری طرحهایی میزنن که میخوام بگم مثلا زیباتر شدن، خوشگلتر شدن، یا یه سخته روی صورت پسرا میزنن که مثلا بگن جذابترن، یعنی یه کارایی میکنن همه جای دنیا. مثلا میگن زخم ایجاد نشه رو بدن، آدم درد میکشه، زشت میشه، ولی اینا با وجوده، یعنی خودشون با ایجاد زخم
میخوان که زیباتر بشن یا مثلا بهتر به نظر بیان. کشیدن لاله گوش نهمین روش عجیب و غریب توی دنیاست که اون هم بازم برای زیبایی ازش استفاده میکنن. یه سری قبایل آفریقایی هستن که با کشیدن لاله گوش و قرار دادن یه سری حلقه ها داخل اونا یا حتی یه سری چیزای حالت بشقاب داخل گوشاشون قرار میدن لاله گوششون که مثلا میگن زیباتر شدن. و اینکه یه پیام دینی هم داره که مثلا میگن که کسایی که این کار رو انجام میدن از هر چی سحر و جادو دور میمونن. هشتمین سنت عجیب قرار دادن صفحه گرد توی لبه که توی قبیله مورسی تو اتیوپی انجام میشه. وای که چقدر میتونه دردناک باشه. میگن دخترای این قبیله توی 13 سالگی ازدواج میکنن و وقتی که میخوان ازدواج کنن میان توی لبشون یه سوراخ این پایین اینجای لبشون یه سوراخ ایجاد میکنن، بعد یه چوب میذارن داخلش که اون سوراخ پر نشه و همینجوری بزرگتر بشه. بعد میان یه صفحه گرد کوچیک اول میذارن، بعد همینجوری که میگذره این سوراخو بزرگتر میکنن، صفحه گرد رو بزرگتر میکنن بزرگتر، و هر چی سنشون میره بالاتر باید این صفحه گرد بزرگتر بشه و لبشون هم بزرگتر و کشیده تر به نظر بیاد که میگن اینجوری خیلی زیباتر میشه. و این سنتی که سالیان سال تو این قبیله دارن انجام میدن واقعا خیلی دردناکه. هفتمین سنت عجیب مربوط به قبیله آپاتانی توی هنده. بگو چی کار میکنن؟ وای ببین خانمای این قبیله میان سوراخ بینیشون رو میتراشن گنده تر میکنن، قشنگ میکنن قسمت های از بینیشون رو، بعد در پوش میذارن. فکر کن چجوری رو نفس میکشن. وای خدای من چه رسمای عجیبی. قشنگ در پوش میذارن روی بینیاشون. میگن که این روش برای حفاظت از زنای قبیله مونه که زشت به نظر بیان، بعد دیگه دیگران بهشون تجاوز نکنن یا اذیتشون نکنن. چرا آخه؟ چرا؟ میدونی سرا؟ میدونی سرا؟ ششمین سنت عجیب بستن شکمبندهای شبیه ساعت شنی توی زمان ملکه ویکتوریا بوده، ولی مثل که تو الان هم ادامه داره تو همه جای دنیا حتی ایران. ببین میگن اون زمان خانما میومدن یه شکمبندایی میبستن انقدر این سفت و محکم بوده که قفسه سینه رو بهش فشار میبرده جمع میکرده و این باعث میشده که کمرشون باریکتر به نظر بیاد و شبیه ساعت شنی بشه، ولی این انقدر بدنشون ضرر میزده باعث میشده که هوای کمتری به ریه برسه و به قلب و کبد آسیب برسه. و همین الان هم خانما دارن خیلیشون این کارو میکنن، میرن یه سری گنایی میبندن که میگن گنای ساعت شنیه و بدونید که چقدر ضرر داره، باعث میشه که ریه‌تون هوا کمتر برسه و به قلب و ریه‌تون چه آسیبی میزنه. واقعا این کار نکنید، شکمبندا رو بندازید دور. بعضی حتی من شنیدم الان میان جراحی میکنن مدل قفس سینه رو عوض میکنن حالت ساعت شنی میکنن که زیباتر به نظر بیان. آخه زیبا شدن به چه قیمتی؟ خدایا بس دیگه، خدایا بس دیگه. پنجمین روش عجیب دنیا، یعنی واقعا خنده داره، پاشیدن فلفل و دارچین به دخترای مجرده. ببین یه منطقه توی دانمارک هستش که مردم محلی اونجا اگه که 25 سالت شده باشه و هنوز مجرد باشی تو خیابون ببینن روی دارچین میپاشن پودر دارچین و حالا اگه سنت رفته باشه بالا مثلا 35 سالت باشه و هنوز ازدواج نکرده باشه مجرد باشی روی فلفل میپاشن. یعنی چی؟ چهارمین رسم عجیب دنیا رسم شاروه که به نظرم واقعا احمقانه و غیر انسانیه. ببین توی که این رسم توی نیجریه، کامرون، مالی، توی آفریقای جنوبی قسمتایش هستش این رسم شارو که پسری که میخواد ازدواج کنه رو میاد توی انظار عمومی بین مردم، یه آدم قلدر میاد انقدر کتکش میزنه بنده خدا رو میزنه ها، بعد این نباید اصلا نشون بده که درد داره، داره سختی میکشه، رنج میکشه و مثلا اون کتک خوردن باعث ناراحتیش میشه. اگه این درد و کتک خوردن رو تا آخر تحمل کنه میگن این خیلی قدرتمند و یه مرد کامل میتونه ازدواج کنه، ولی اگه نتونه تحمل کنه باید مجرد بمونه. و میگن انقدر اینا رو بد کتک میزنن بعضی از پسرها زیر این همین کتک رو مردن چونشون از دست دادن. ازدواج به چه قیمتی؟ آدم دوزی و ازدواج سومین رسم عجیب دنیاست که توی قبیله لاسوگا توی سودان انجام میشه. فکر کن ببین مثلا تو این قبیله اگه یه پسری بخواد ازدواج کنه
باید بره اون دختری که ازش خوشش اومده رو بدزده. بعد وقتی دزدید بزرگای قبیله مثلا طرف پسر میرن پیش پدر دختر بهش میگن که آره پسر ما از دخترت خوشش اومده و دزدیدتش. بعد اگه پدر دختر با این ازدواج موافق باشه به پسر میگه موافقم، بعد پسر میاد پدر دختر کلی کتکش میزنه مفصلا، یعنی این نشون میده که با این ازدواج موافقه. اگه موافقت هم نکنه پسر میتونه با اون دختری که دزدیده یواشکی ازدواج کنه. خدا رو شکر که توی قبیله به دنیا نیومدیم. خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر. تعارف کردن همسر به مهمون دومین رسم عجیب دنیاست که این رسم توی اسکیموها هستش. باورتون میشه؟ ببین اسکیموها یه قبایلی دارن که وقتی که مهمون میاد پیششون اینا همسرشون رو تعارف میکنن مهمون. میگن بفرمایید بفرمایید همسر خودتون رو خواهش میکنم، و اگه اون مهمون همسر ایشون رو رد کنه یعنی بهش بی احترامی کرده. عجیبه، عجیبه واقعا، چه رسمایی. و اولین رسم چندشاور دنیا رسم تسلیت گفتن مردا به زنای بیوه توی ماداگاسکاره. ببین یه قبیله هستن توی ماداگاسکار، وقتی که مثلا یه مردی فوت میکنه وقتی که میرن جنازهشو دفن میکنن زن اون مرده باید بیاد لخ جلوی در ورودی خونه وایسه، بعد مردای قبیله باید بیان اینو بغل کنن و باش معاشقه کنن فکر کنی، و این بین 3 تا 40 روز طول میکشه تا زمانی که خود زن اجازه بده. و بچه‌ای که به دنیا میاد اگه خانم باردار بشه تو این 3 روز یا 40 روز یا هر چند روز که این ادامه پیدا میکنه این مراسم، بابای بچه میشه همون بنده خدایی که فوت شده که روحش هم خبر نداره. واقعا این یکی خیلی مسخره بود. دوستای گرم اینم پارت دوم 15 تا از عجیبترین سنت ها و رفتارهای مردم دنیا. امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومده لایک کنید، کامنت بذارید و کانال منم سابسکرایب کنید. دوستتون دارم، خدا نگهدار.